سرخط خبرها و مهمترین ها. یک هیئت بلندپایه ترکمنستان وارد کابل شد. ایران: پس از بارندگی اخیر در افغانستان، حقابه ما از سوی طالبان تامین شد. گزدنی هواپیماهای بی‌سرنشین در آسمان تخار و بغلان. و امریکا تصمیم نهاییش را علنی ساخت. مشروع خبرها. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که یک هیئت بلندپایه جمهوری ترکمنستان وارد کابل شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان با نشر خبرنامه نوشته است که این هیئت بعد از ادامه گفتگوهایی که میان هیئت این گروه و جمهوری ترکمنستان در آن کشور به منظور توسعه تجارت و ترانزیت صورت گرفته بود، عصر روز سه شنبه وارد کابل شده است. این وزارت افزوده است که قرار است نشست سه جانبه جهت اتصال منطقوی و توسعه تجارت و ترانزیت میان طالبان، ترکمنستان و قزاقستان در روزهای آینده برگزار شود. طالبان روابط نزدیک تجارتی با ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه دارد. هیئت‌های تجارتی این گروه در بیش از دو سال گذشته همواره با شماری از گروه‌ها کشورها سفر کرده است. ایران: پس از بارندگی اخیر در افغانستان، حقابه ما از سوی طالبان تامین شد. بهادری جهرمی، سخنگوی جمهوری اسلامی ایران، گفته که پس از بارندگی اخیر در افغانستان، حقابه این کشور از رودخانه هیرمند توسط طالبان تامین شده است. با گزارش خبرگزاری ارنا، جهرمی روز سه شنبه یک نشست خبری گفته است که جمهوری اسلامی ایران پیگیر حقوق و عقابه‌اش از رودخانه هیرمند بر اساس مائده سال 1351 است. وی اضافه کرده که عقابه ایران از سوی طالبان وارد خاک این کشور در منطقه جریکه سیستان شده است. او خاطر نشان کرده است پس از بارش اخیر میزانی از عقابه آزادسازی شده و طبیعتاً میزان آب ورودی باید برابر شود. موضوع عقابه ایران از رود هیرمند به بحث داغ این روزها میان طالبان و ایران تبدیل شده است. پیشتر علی سلاخچه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گفت که امسال رهاسازی عقابه تهران توسط مقامهای طالبان در یک دوره زمانی کوتاه انجام شده است. گزدنی هواپیماهای بی‌سرنشین در آسمان تخار و بغلان. منابع ملی در تخار و بغلان از گزدنی هواپیماهای بی‌سرنشین در آسمان این ولایت‌ها خبر می‌دهد. منابع به روزنامه اش صبح می‌گوید که دو هواپیما حوالی ساعت 2:30 دقیقه پس از چهارشنبه روز سه‌شنبه 4 صبح بر فراز آسمان ولسوالی‌های ماورای کوکچه در مرز با تاجیکستان گزدنی کرده است. منابع می‌افزاید که دلیل گزدنی هواپیماها شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر و جنگجویان گروه داعش در مرزهای افغانستان و تاجیکستان بوده است. در همین حال منابع ملی در بغلان نیز از گزدنی دو هواپیمای بی‌سرنشین در آسمان این ولایت خبر می‌دهد. افغانستان اینترنشنال در سایت رسمی خود گزارش می‌دهد منابع ملی هواپیماهای بی‌سرنشین بار دیگر در آسمان قندهار و کاپیسا پرواز کردند. منابع ملی در قندهار و کاپیسا گفتند که بار دیگر هواپیماهای بی‌سرنشین در آسمان این ولایت‌ها پرواز کرده است. مقام‌های طالبان تاکنون درباره هواپیماها چیزی نگفته و مشخص نیست این پهپادها متعلق به کدام کشور است. منابع ملی در قندهار مهر استقلال رهبر طالبان گفتند که از صبح ناوقت دوشنبه هواپیماهای بی‌سرنشین در آسمان این ولایت گزدنی کرده است. طالبان در مورد چیزی نمی‌گویند. ترامپ: با بایدن برقراری صلح در شرق میانه ممکن نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده، میگوید که با جو بایدن رئیس جمهور کنونی این کشور صلح در شرق میانه به دست نخواهد آمد. ترامپ این اظهارات را روز سه شنبه 22 اپریل هنگام حضور در دادگاهی برای رسیدگی به پرونده موسوم به حق السکوت بیان کرده است. وای بایدن را بدترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا خوانده است. رئیس جمهور سابق آمریکا همچنان برگزاری اعتراضات عامیان فلسطین در دانشگاه بزرگ ایالات متحده را مایه شرمساری به کشور جانسته است. ترامپ خاطر نشان کرده است این واقعا تقصیر بایدن است. او لحن اشتباهی دارد، او کلمات اشتباهی دارد، نمیداند از چه کس حمایت میکند و این یک آشفتگی است. گفتنی است که در گذشته نیز ترامپ از سیاست‌های خارجی بایدن رقیب دموکراتش در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرده بود. این در حالی است که چند روز پیش هم دونالد ترامپ در مورد حمله اسرائیل بر غزه گفته بود که تل اویو در جنگ افکار آمد در برابر حماس شکست خورده است. بر بنیاد گزارش دهیال، رئیس جمهور سابق آمریکا در 5 اپریل هشدار داده بود که اسرائیل به شدت در حال شکست خوردن در جنگ افکار عمومی به دلیل جنگ با حماس است. وای در آن زمان تاکید کرده بود که اسرائیل باید در جنگ غزه پیرو شود و این جنگ را هر چه زودتر پایان دهد. تأمل به سفر ابراهیم رئیسی به پاکستان.
سید محمد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 22 اپریل در یک سفر سه‌روزه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد، چیزی که سفر هیئت ایرانی به اسلام آباد را زیاد خبرساز ساخت. همزمان آن با وضعیت ملتهب خاورمیانه است. این اولین سفر خارجی رئیسی پس از تنش‌های اخیر از آن گونه که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز حضور او را اولین سفر یک مقام عالی رتبه خارجی به اسلام آباد پس از تشکیل دولت جدید کشور خواند. هیئت ایرانی با استقبال گرم میزبان مواجه شد و طرف پاکستانی به نشانه همبستگی خیابانی خیابان را در اسلام آباد به نام ایران نامگذاری کرد. رئیسی با مقام‌های رده اول ملکی و نظامی پاکستان دیدار داشت و روی مسائلی که نیاز طرفین بود صحبت شده است. او به شهر لاهور نیز رفت و با گذشتن اکلیل گل به پای آرامگاه اقبال لاهوری متفکر نام‌آشنای جهان اسلام ادای احترام کرد. این سفر شاید اهداف متعدد را دنبال کند، ولی در ضمن به سه هدف عمده آن اشاره می شود. یک، تلاش برای تنش‌زدایی. رابطه ایران و پاکستان در جنوری سال جاری ظاهراً طی چند هفته پرتنش شد. سپاه پاسداران با راه‌اندازی حملات موشکی بخش‌هایی از نقاط مرزی در خاک پاکستان را که به زعم طرف ایرانی پناهگاه گروه جشلدل بود آماج حمله قرار داد. اسلام آباد در واکنش به آن حمله نقاط مرزی در خاک ایران را موشکباران کرد. بر پایه گزارش رسانه‌ها نتیجه هر دو حمله جان باختن چند غیر نظامی بود. طرف پاکستانی سفیر خود را از تهران فرا خواند و مانع بازگشت سفیر ایران به اسلام آباد شد. البته که همه چیز زود به وضع عادی برگشت. حسین امیر عبدالعلی خان وزیر خارجه ایران پس از آن اقدامات تلافی جویانه به اسلام آباد سفر کرد که سفر فعلی هم تلاش برای سرپوش گذاشتن روی آن تنش‌های چند هفته‌ای است. از آن جایی که حمله بر خاک کشورها امر خطیر و پرخطر است، ایجاب می‌کرد که مقام عالی رتبه از ایران عازم پاکستان شود، چون آغازگر حمله بود. عادی نمایاندان وضعیت حاکم بر خاورمیانه در این چند ماه و چند هفته اخیر به شدت اضطرابی شده. جنگ غزه، بران دریای سرخ، حملات پراگنده بر پایگاه های امریکایی، درگیری های مرزی اسرائیل و لبنان و تنش های اخیر میانه تهران و تل اویو حکایت از عمق بحران میکند. اقدامات تلافی جویانه ایران و اسرائیل اگر با تدبیر سیاسی حداقل در برهه اساس فعلی مهار نمیشد، منطقه در مردا و گرداب جنگ و ایرانگر فرو میرفت. به این حساب بیسار از جمهوری اسلامی به حیث طرف مناظره یاد میکنند. رئیسی با سفر به پاکستان میخواهد وضعیت را عادی نشان دهد، به این معنا که کشورش در وضع جنگی قرار ندارد و اقدامات تلافی جویانه اسرائیل هم ناچیز بوده است. از این حیث با توجه به نکته اول، پاکستان گزینه اول و بهتر در نظر آمده است. مهمتر از آن، حالا که خطر رویارویی مستقیم میان تهران و تل اویو برطرف شده است، ضرورت حضور در میدان دیپلماسی اهمیت یافته است. متحدان اسرائیل فعالند و هر دم بر حجم تحریم‌ها علیه ایران می‌افزایند. جمهوری اسلامی نیز نیاز به کسب حمایت کشورها دارد و از یک سو متهم به جنگ افروزی نشود و از دیگر سو از سنگینی بار تحریم‌های دولت‌های غربی قدر بکاهد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها ویدئوهای ما را لایک کانال ما را سابسکرایب و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش.